ممنونم از تشریف فرمایی همه شما به این برنامه شاید یه مقداری متفاوت و بازم من شخصا تشکر میکنم از شیلا وسوق و فریبرز داوودیان که موقعی که من بهشون زنگ زدم و گفتم من سمیناری دارم مینویسم به صورت تئاتری بدون اینکه بدونن چه آشی براشون پختم قبول کردن و گفتن که برای انجمن ایرانیان امریکن پرنس اسوسییشن و کمکی که ما به جوانان میکنیم که از مواد مخدر، الکل و مشکلاتی که خطرات جانی براشون به بار میاره دور باشن دعوت منو قبول کردن و باز ازشون تشکر میکنم و از همه شما که اینجا هستیم. به نظر من زندگی برای همه ما اول از همه یاد خودمون بیاریم که یک هدیه است و تنها وقتی که زندگی معنی دار میشه وقتی که با هم باشیم و با هم مهربان باشیم و به هم رسیدگی بکنیم. ولی داشتن عشق و محبت هم روی یک حساب و کتاب به نظر من علمی و منطقی تری باید باشه و یه قوانینی داره. ما باید این قوانین رو هم خودمون بدونیم و هم به بچه هامون یاد بدیم. برای اینکه داشتن عشق و محبت نه تنها یه سری آگاهی و دانش میخواد بلکه یه سری مهارت‌های به خصوص میخواد و همینطور خیلی زحمت و تلاش زیاد داره تا ما عاشق باشیم و عشق رو بدیم. من در کار مشاوره زناشویی معمولاً همیشه میگفتم که ما 6 تا عامل که باید در یک زندگی در یک رابطه داشته باشیم: عشق، مکالمه، سکس، البته ترتیبش رو خودتون انتخاب کنید، احترام، اعتماد و هوای یکدیگر رو داشتن. ولی امشب بر اساس تمام دانش جدید مغز درمانی و آنچه که امروز ما در مغزمون میتونیم ببینیم از زمانی که نطفه بچه بسته میشه و تمام معنی عشق رو بفهمیم، من یک مقداری اطلاعات جدید در رابطه با نحوهی که فکر میکنیم، احساس میکنیم و تصمیم میگیریم و عاشق میشیم و با شما میخوام در میون بگذارم. و من فکر میکنم امشب که از این جلسه برین بیرون به یک نوع دیگه‌ای اون 6 تا اصول ما رو برای خودتون و خانوادتون و رابطتون اجرا میکنیم. دهه اخیر دهه پیشرفت بی نهایت عجیب تکنولوژی و شناخت نحوه فعالیت مغز بوده. در واقع در کار رواندرمانی حلقه گمشده کار خودمون رو پیدا کردیم و در کار مشاوره زناشویی هم به ما بی نهایت کمک میکنه. بدون اینکه خیلی بخوام تکنیکی به شما راجع به مغز بگم، همه باید امروز بدونیم برای اینکه بتونیم این صحنه های تئاتری رو بهتر درک کنیم، ساختمان مغز زن و مرد و نحوهی که هورمون ها و رساننده های الکتریکی ما افکار و احساسات و رفتار ما رو کنترل و هدایت میکنن بی نهایت با هم فرق میکنه. ما در واقع محکوم نحوه اتصال سلول های مغز خودمون هستیم که تفاوت های ما رو به وجود میاره. این تفاوت ها یک سری ارثی هستند که امروز میدونیم تمامش معنیش رابطه بیوشیمی مغزه که میتونیم اندازه بگیریم و یه مقدارش الکتریکیه که باز با یک نقشه برداری از مغز میتونیم متوجهش بشیم. واقعیت اینه که زندگی رو اگر با احساسات لحظه‌ای خودمون نگاه بکنیم یک تراژدیه و اگر با عقل و منطق به اون نگاه بکنیم یک کمدیه. نویسنده‌ای هست به نام لوین که میگه ازدواج
ultimate danger sport هستش و گاهی اوقات من فکر میکنم که این شاید راست باشه. امروز تمام این تفاوت‌ها رو ما برای شما مطرح میکنیم به صورت مزاح، ولی تمامش راست تحقیقات علمیه. بعضی چیزای ما مردها و زنها مثل همه، بهره هوشی ما زن و مرد یکسانه، ولی خانوم ها در جلوی پیشانی و طرف نیمکره راست خوشبختانه یا متاسفانه 30% بیشتر سیمکشی سلول های مغزشونه. قسمت خاکستری مغز ضخیم‌تر بی نهایت. در نتیجه ما بیشتر حرف میزنیم، تندتر حرف میزنیم و هیچی هم به خاطر اینی که حافظه ما در قسمت هیپوکمپس که پشت سره 2 برابر اندازه حافظه آقایان هست، متاسفانه باز یا خوشبختانه چیزی رو از یادمون نمیبریم. تولدمون هم اگه کسی یادش بره گرفتاره. برعکس در مردها بیشتر نیمکره چپ مغز فعاله. نیمکره چپ قسمت منطقه، نیمکره راست قسمت ایموشن و احساسات. در 30% افراد این میتونه عوض و بدل بشه بین زن و مرد، ولی در اغلب ما مردها بیشتر از نیمکره چپ استفاده میکنن. مردها زود عصبانی میشن و زودم یادشون میره که چرا عصبانی شدن. کمتر احساس و اون باندینگ رو دارن و بیشتر ویژوال، بصری و عینی هستن. از نظر من این تفاوت‌ها خودش کافیه برای یک جنگی بین زن و مرد اگه همدیگر رو نشناسن و به تفاوت‌های هم احترام نذارن. فکر بکنین که مغز من یک ور احساساتمه، یک ور منطقمه و بعد ادغام میشه در یک رابطه جلوی یک مرد، اونم با یه سری ایموشن و یک سری منطق، 4 نفر میتونیم به جون هم بیافتیم. شاید هم برای همینه که آمار طلاق ما الان بالای 55% در امریکا و من نگاه میکردم در ایران هم یه چیزی شبیه بهینه و خیلی هم سینگل پرنت داریم که دوباره به دنبال رابطه جدید عشقی هستن. علل معمولی مشکلات زناشویی و طلاق رو همه میدونیم. ازدواج های اجباری، سن پایین ازدواج، خیانت، خشونت و آزارهای جسمی و جنسی و احساسی در رابطه، عدم مکالمه 2 طرفه، انواع مشکل اعتیاد که از الکل به سکس، اینترنت و متاسفانه پورن، عدم توازن روحی و روانی اشخاص موقعی که ازدواج میکنن، یا به خاطر ارث هست و یا به خاطر صدمات شدید کودکی تا بزرگ شدن، عدم عشق و محبت قدردانی از هم، ایرادگیری و کنترلینگ بودن شدید و البته بی احترامی به حریم یکدیگر. به این لیست متاسفانه مشکلات فامیل، تفاوت‌های فامیلی، تفاوت دینی، تفاوت نحوه فکر از لحاظ اجتماعی و فرهنگی، تفاوت نحوه برنامه ریزی برای امور مالی و خیلی از مسائل دیگر رو میتونیم بهش اضافه بکنیم. ولی من فکر میکنم باز هم تفاوت مغز زن و مرد نقش بزرگی داره که ماها رو اگر کاملا با آگاهی، با دانش، با احساس کامل این مسئله رو نگاه نکنیم، تاریخ دوباره برای بچه هامون تکرار میشه و من این تاریخی که تکرار میشه مرتب در مطبم میبینم. یادآوری میکنم که 80% از آنچه که ما رو به هم میریزه از مسائل جزئی شروع میشه. چرا آدام صدا داد؟ چرا در گنجه بازه؟ چرا زیاد راه رفتی؟ چرا حوله رو زمینه؟ و از طرف دیگه من امروز در کارم میبینم که بیش از پیش همه ما بسیار کم تحمل و ایمپیشنت شدیم.
از بچه تا بزرگ، تحمل خواسته های هم، تفاوت عقیده هم، حتی تحمل شنیدن حرف دیگری رو و دل به دل دادن همدیگر رو نداریم. من فکر میکنم باید اجازه بدیم هر کسی که در کنار ماست، چه در رابطه چه با بچه هامون، اجازه بدیم حرفشون رو بزنن. آمار نشون میده که اگر ما اجازه بدیم افراد حرفشون رو تا آخر بزنن، 70% عصبانیتشون میخوابه. ما چقدر خوب میشه که فکر نکنیم اگه کسی به ما صحبتی میکنه به معنی اینه که اون راست میگه. عقاید ما و افکار ما با عقاید دیگران و تجربه های اونا متفاوته، ولی همش محترمه. ولی بعداً میتونیم با هم جنگ کنیم سر این که چه راه حلی براش پیدا بکنیم. ما در زندگی یا موقعی که در رابطه ای رو ایجاد میکنیم، نابخودآگاه یا دنبال کسی میگردیم که درست مثل مادر و پدرامون باشن، و یا درست دنبال کسی میگردیم که متفاوت و متمایز از اونا باشن. آمار نشون میده که اگر که ما کسایی رو پیدا بکنیم که عین مادر و پدرمون باشن، بیشتر جنگ میکنیم و زندگی امکان داره که گیر و گرفتار بشه. امروز میدونیم که هر وقت در زندگی مشترک یک مسئلهی وجود داره، اون هرسی که میخوریم 90% به خاطر تجربیات و احساسای خودمون از بچگی تا بزرگیه، و در واقع حالت دفاعی ما به خاطر نحوه تربیت ما و نحوهی که ما بزرگ شدیم، و فقط در یک زندگی 10% مسائل واقعا مسائل مربوط به همون زندگی ماست. ما حدود 90% عکس العمل نشون میدیم، حالت دفاعی یا حالت خشمگین پیدا میکنیم. و یادمون باشه، اینو من خودم نوشتم، ما در خانه خود با دیگری زندگی نمیکنیم، بلکه در مغزمون با اشخاص زندگی میکنیم. توانایی خوشتون اومد از اینجا جمله. توانایی کنترل اون احساسات شدید به هم ریخته ما باعث میشه که عاقلانه و عادلانه در رابطه رفتار بکنیم، احساسمون رو مطرح بکنیم، با تحمل و صبر زیاد حرف طرف رو بشنویم. من همیشه در مشاوره قبل از ازدواج به افراد توضیح میدم که 3 مسئله‌ای که از اون آدم دوست ندارین بدون چون و چرا بپذیرین، برای اینکه هیچ کس مشابه ما نیست. و امروز آمار نشون میده که 70% نوعی که ما هستیم غیر قابل تغییر و غیر قابل قبول از طرف همسرمونه. فکر بکنین 70% آنجوری که ما هستیم غیر قابل قبول معمولا، و این خودش جنگ زن و مرده که به زودی با هم نگاه میکنیم. در زندگی ما اگه نقش معلم یا مادر و پدر همدیگر رو که من دائم در دفترم میبینم ایفا بکنیم، به هیچ جا رابطه نمیرسه. ما با هم ازدواج نمی کنیم که اذیت بکنیم و آزار بدیم. من فکر می کنم در هر مشکلی که می بینم در مطبم، هر 2 صحبتهایی دارن که خیلیش قابل قبوله. من همیشه وقتی که می بینم که اونا تفسیر و اون تعبیر مسائلی که خودشون رو حس می کنن فقط میشنون، تحمل شنیدن و شنونده خوب بودن رو ما، من فکر میکنم در فرهنگمون کم میاریم. به حرف هم اگر گوش کنیم یه مقداری فکر میکنم رابطه بهتر میشه، و وقتی گوش نمیکنیم
با ترس یا بدون مسئولیت پذیری یا از ترس اون عاقبت تصمیم گیری افراد با هم میبونن و پدر همو تا آخر عمر در میارن. مغز ما در واقع مثل یک بانکه. در این بانک تمام خاطرات و تجربه ها از کودکی نقش میبنده و به صورت یک عادت و بعد به کلمه شخصیت ما رو فرم میده. متاسفانه با تحقیقات مغز میدونیم که خاطرات منفی بی نهایت بیشتر از خاطرات مثبت ما در مغز، در پشت سر، در خاطره و حافظه ضبط میشه. ما هممون یادمونه 9/11 وقتی که اون حادثه پیش آمد کجا بودیم، ولی من اگه از شما بپرسم 9/10 شما کجا بودین یادتون نمیاد. و این باز باعث میشه که این خاطرات که در پشت سر جمع میشه با اولین مسئله‌ای که پیش میاد، با اولین اختلاف عقیده و نظر، افراد به هم میریزن، حالت جنگی و رپتایل میگیرن و خلاصه جنگ مغلوبه میشه. ما استادی داشتیم در دانشگاه USC که میگفتش که اگر کسی یادش بره که زندگی اولا فیر نیست و زندگی حل مشکله و هر کسی که میخواد برای حل مشکلش جیغ و داد و فوش بده از این آفیس، از این کلاس بره بیرون. ما دو راه در زندگی داریم، در ناخودآگاه امروز به خودآگاه شما میاد. ما یا مسائلمون رو با سرافرازی و دیگنیتی میبریم جلو و یا با عجز و ناتوانی و دیسپر زندگیمون رو ادامه میدم. مغز انسان این یکی رو کنترل نمیکنه. من سه تا آپشن دارم، سه تا مغز در یکی داریم ما. مغز رپتایل و حیوانی ما در پشت سر هست که در بعد به تولد ایجاد میشه، مثل مار و سوسمار حافظه نداره و فقط یا میزنه یا در میره یا فریز میشه یا میترسه. مغز دوم مغز احساسی ماست که متاسفانه به خاطر احساسات پر از عکس العمله. مغز سوم مغز عقلانیه که جلوی پیشانیه. از امروز ما این سه آپشن رو داریم که اگر ناراحت و عصبانی میشیم یک مقداری صبر بکنیم و بعد با مغز عقلانی عادلانه تصمیم بگیریم. با هم در اینجا نگاه میکنیم به بازی‌های بد مغز ما انسان‌ها و اثراتش در رابطه زناشویی. همه این نمایشنامه‌هایی که شما میبینین من نوشتم و تمام شاید واقعیت‌هایی که در این 35 سال در کار مشاوره زناشویی دیدم. من امیدوارم که این اطلاعات از مغز زن و مرد به شما فرصتی بده که با نگاهی متفاوت به همسر خودتون و حتی به خانواده و بچه‌ها نگاه بکنید. در صحنه‌ای که می‌بینیم زن و شوهری رو در اتاق مشاوره دارم، 27 سال ازدواج کردن، 3 بچه دارن، مدت هاست که آناناف پلوی من میان. زن و شوهر با کوله باری از خاطرات منفی و مشکلات روحی شخصی و عدم آگاهی از نحوه تربیت فرزندان به جان هم میافتن. با ما باشید. پیرنیا دستم به دامنتون، به خود شما دیگه آخرین امید ما هستی.